در حالی که یه عده به این نتیجه رسیده بودن که آقا دولت که حالا نمیتونه کاری کنه، این ور بیان مجتمع بشن، شروع کنن با یه پلان روشنی خلاها رو پر کنن، یعنی کشور رو اداره کنن. روایت یک چهره نزدیک به حلقه قدرت از برنامه نهادهای زیر نظر رهبر ایران برای کنترل اداره کشور. نتیجه نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، FATF 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد نظام بانکیش را اصلاح کند. گابریلا ماگیسو، و داستان نازنین، داستان جدایی یک مادر از فرزندش. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. درباره دولت موازی، دولت در سایه یا نیروی پنهان در ایران کم و بیش گفته شده، ولی حالا یک مقام سابق و نزدیک به حلقه مرکزی قدرت میگوید که آنها عزم را جزم کرده بودند تا اداره کشور را در دست بگیرند. سازمان‌های عریض و طویلی مثل ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان و جانبازان که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای هستند، مرد شماره یک قدرت در ایران. ولی عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، گفته که همین آیت الله خامنه ای مخالف چیره شدن آنها بر دولتی منتخب بوده. روایتی از این که در گیرودار فشارهای فزاینده بر دولت، نهادهایی در نیمه تاریک حکومت به طمع افتادن. چرا کار دولت حسن روحانی به اینجا رسید؟ دلیل تأمل آیت الله خامنه ای چیست؟ جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. دولت 12 این روزها با مشکلات ریز و درشت زیادی مواجه است. استعفای وزرا، برهم ریختن وضعیت اقتصادی، سقوط ریال، افزایش قیمت‌ها، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی عرصه را بر حسن روحانی و دولتش تنگ کرده. اما در کنار این مشکلات، برخی از چهره‌های حکومت از ناکارآمدی و ناتوانی دولت و بعضی از فشارهای دیگر نهادها بر دولت می‌گویند. رئیس سابق سازمان صدا و سیما از هشدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره تشکیل نهادهای موازی با دولت می‌گوید. بعضی از آقایون پیشنهاد دادن، هم در اون جلسه تا اونجا که من مطلعم، هم در بیرون تو فضای رسانه‌ای، که آقا دولت چون توان اداره کشور رو نداره تو بعضی از عرصه‌ها، این نهادهای بزرگ اقتصادی که کارهای خوبی هم میکنن، توانمندی زیادی هم دارن، حتی خیلی از اینا زیر نظر رهبری هم اداره میشن، اینها بیان و در واقع کار رو در خیلی از حوزه‌ها دست بگیرن، مدیریت کنن به جای دولت. رهبری با این دیدگاه مخالفت کردن. روزنامه همشهری هم در گزارش راز دست‌های بسته دولت مردان به نقل از وزیر برکنار شده کار می‌نویسد که علی ربیعی از اثرگذاری زینفان ناحق در فرایند انتخاب مدیران گفت که هم اهرم فشار دارند، هم ابزار نظارتی و باعث می‌شوند هیچگاه ساختار اداری قادر نباشد بهترین مدیران را انتخاب کند. روز گذشته هم معاون اول رئیس جمهوری گفت کاغذ و قلمی ندارد که کسی را برکنار کند. من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم رو هم نداشتم. پس از من انتظار نداشته باشین که وکیل و وزیر رو تغییر بدم. وزیر مصطفی راه و شهرسازی هم در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد از هیئت نظارت وابسته به مجمع تشخیص مصلحت انتقاد می‌کند و می‌گوید رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور اعلام موجودیت کرده و هیچ پاسخی هم به ملت نمی‌دهد. البته منتقدان می‌گویند که در شرایط فعلی این سخنان چیزی را تغییر نمی‌دهد و می‌پرسند چرا این سخنان زودتر زده نشد. اما بعضی هم معتقدند همه این سخنان نشان از فشار نهادهای دیگر قدرت بر دولت دارد و تجربه هم نشان داده که دولت عملاً در مقابل این فشارها کاری از دستش ساخته نیست. مریم افشنگ، بی بی سی. هفته گذشته بعد از چند روز رایزنی، تصمیم گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف به FATF درباره ایران اعلام شد. این گروه باز هم به ایران 4 ماه فرصت داد که نظام بانکیش را اصلاح کند. معاون وزیر دارایی آمریکا که رئیس نشست‌های این دوره از FATF بود، در یک کنفرانس خبری از آنچه کندی پیشرفت ایران در این زمینه خواند ابراز تأسف کرد. در ایران تصویب
لایحه‌هایی که تغییرات مورد نظر FATF را در سیستم بانکداری ممکن می‌کند، مخالفان زیادی دارد که معتقدند در آن صورت ایران نخواهد توانست نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های مسلح طرفدار ایران را در منطقه از لحاظ مالی تأمین کند. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. دفتر مرکزی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اندیشکده کشورهای ثروتمند جهان که برای اقتصاد تجارت نسخه میپیچد. اینجا دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF هم هست، نهادی بین دولتی که یک دهه است ایران را به خاطر ضعف قوانینش در زمینه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در فهرست سیاه قرار داده. تا این نشست ایران مهلت داشت که با اصلاح قوانین و پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی خودش را از این فهرست سیاه بیرون بکشد، ولی تنها مهلتش تمدید شد. ما الان در ماه اکتبر 2018 هستیم و FATF به این نتیجه رسیده که از 10 موردی که ایران باید انجام میداده 9 تاش کامل انجام نشده. در نشستمون در پاریس گفتیم که از این وضع دل سرد شده ایم. از ایران انتظار داریم که به سرعت به تعهداتش عمل کنه، تعهداتی که مقام‌های عالی ایران مدت‌ها پیش دادند، و انتظار داریم تا ماه فوریه همه این اقدامات رو تکمیل کنند. اگر چنین نکنند، اقدامات بیشتری رو برای مقابله با مخاطرات ناشی از ضعف ایران در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهیم داد. با شروع ریاست دوره‌ای آمریکا بر FATF، کار ایران برای خروج از فهرست سیاه اصلاً مثل آب خوردن نیست. از رئیس دوره‌ای FATF پرسیدم با شروع قریب الوقوع تحریم‌های آمریکا علیه نظام بانکی ایران، فایده عملی خروج از فهرست سیاه برای ایرانی‌ها چیست؟ این سوالیه که شما باید از مقام‌های آمریکایی بپرسین. در مقام رئیس FATF من نماینده نهادیم که استانداردها رو در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کنه. ما برای همه کشورها و دولت‌ها استاندارد یکسانی داریم و انتظاراتمون از ایران فرقی با کشورهای دیگه نداره. با پایان این نشست شمارش معکوس برای ضرب العجل بعدی شروع شده. ایران میدونه که خروج از فهرست سیاه FATF ممکنه هیچ تأثیر روی تحریم‌های آمریکا علیه نظام بانکیش نذاره، ولی امیدواره که این اتفاق باعث بشه که اروپایی‌ها تلاش بیشتری برای کمک به ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا بکنن. بهرنگ تاجدین، BBC، مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس. داستان نازنین نمایشی است بر اساس زندگی نازنین زاغری رتکلیف که از 2.5 سال پیش در ایران زندانی است. این نمایش هفته گذشته برای اولین بار در پارلمان بریتانیا به روی صحنه رفته. ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در زمان اجرای این نمایش به خبرنگار ما گفت که حال جسمی همسرش نگران کننده است و به پزشک متخصص مغز و اعصاب نیاز دارد، اما به دلیل اختلاف نظر دادستانی و مسئولان زندان هنوز این اجازه به او داده نشده. گزارش آناهیتا شمس را از این نمایش در پارلمان بریتانیا ببینیم. دختر شیرینم گابریلا، منو به خاطر این جدایی ببخش. هیچ کدوم از ما نمیدونستیم چه اتفاقی قراره بیفته. وقتی در تب دوری از مادر میسوختی، منو ببخش. اونا نه تنها تو رو از مادر که از پدرت هم جدا کردن. داستانی غم‌انگیز ولی واقعی. داستان نازنین نمایشی است بر اساس زندگی 2 سال اخیر نازنین زاغری رتکلیف در زندان و زندگی همسرش ریچارد رتکلیف در بریتانیا. نشان دادن اینکه چطور اساسی ترین و پیش پا افتاده ترین نیازهای یک فرد به آرزوهای دست نیافتنی تبدیل می شود. دختر قشنگم، منو ببخش که برای تولد 2 سالگیت کنارت نبودم و حتی اجازه یک تلفن کوتاه رو هم ازم دریغ کردم. داستان نازنین برای اولین بار در سال 2016 به روی صحنه رفت و در سالن‌های مختلف و همینطور در جشنواره هنری ادینبورگ به نمایش درآمد. اما این بار در یکی از سالن‌های پارلمان بریتانیا و در حضور عده‌ای از لردها و اعضای پارلمان به اجرا درآمده است.
مادرم داستان نازنین رو در توییتر شنیده بود و به من گفت باید دربارش بخونی و من واقعا شوکه شدم که چرا تا حالا با این داستان آشنا نشدم و منو واقعا تحت تاثیر قرار داد. این داستان مخوف و واقعیه و فکر کردم باید بسازمش و آدمهای بیشتری رو با داستان زندگی نازنین آشنا کنم. نمایشی که در بعضی قسمت‌ها احساسات تماشاگران را برانگیخت. نمایش داستان نازنین که یک سال پیش شروع به کار کرد تا امروز نسبت به اتفاقاتی که افتاده تغییر کرده، از آخرین حکم اون تا مرخصی 3 روزه نازنین زاغری. این نمایش علاوه بر نشون دادن بچه انسانی، سختی های یک مادر جدا شده از فرزند و در بند، به بچه سیاسی اون هم توجه زیادی داره و به هر دو کشور ایران و بریتانیا نگاهی انتقادی داره. این نمایش سعی دارد مردم بریتانیا را با داستان زندگی خانم زاغری رتکلیف آشنا کند تا از این راه بتواند دولت بریتانیا را مجبور کند که برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف کاری کند. نازنین یه بریتانیاییه و دخترش هم انگلیسی. اگه این اتفاق برای من و فرزندم میافتاد، من از همه بریتانیا میخواستم که بلند شن و برای من بجنگن. شما نمیخواستین؟ ریچارد رتکلیف همسر نازنین میگوید دیدن زندگیشان در یک نمایش برای او آسان نبوده، اما اجرای این نمایش در پارلمان بریتانیا برای او اهمیت ویژه‌ای دارد. این اولین باریه که این داستان در پارلمان اجرا میشه و نمیدونم دقیقاً چه تأثیری میتونه بذاره، ولی حضور تعدادی از نمایندگان مجلس میتونه به ما کمک کنه که دولت بریتانیا رو بیشتر به سمت پیدا کردن راه حل عملی هول بده. ریچارد رتکلیف در سالهای گذشته کمپینهای متفاوتی را برای جلب نظر عمومی و شناساندن پرونده نازنین راه اندازی کرده که علاوه بر کمک برای آزادی همسرش، تلاشی است برای آنکه نازنین در یادها به فراموشی سپرده نشود. من خستم، زندگیم داره از دست میره و هیچ کاری نمیتونم بکنم. فقط میخوام برگردم خونم. آناهیتا شمس، BBC. مهاجرت افغان‌ها همیشه پر از داستان‌های غم‌انگیز بوده، به ویژه در سال‌های اخیر که موج مهاجرت به اروپا جان صدها پناهجوی افغان را گرفت. اما یک قرن پیش افغان‌های هم برای زندگی بهتر به کلکته هند مهاجرت کردند تا زندگی جدیدی بسازند. قصه آنها پس از چند نسل امروز الهام بخش مسکا نجیب و نازس افروز شده که قصه کابولیوالاهای هند را مستند کردند و هفته پیش در لندن به نمایش گذاشتند. کاوون خموش هم سری زده به این نمایشگاه. در بدر، کوچه به کوچه در خیابان‌های شهر کلکته، شرقی ترین نقطه هند، در جستجوی هویت و تاریخی که در هیاهوی سنت و فرهنگ رنگارنگ هند رنگ باختند. مسکا نجیب و نازس افروز، عکاس و خبرنگار در هند، 3 سال وقت گذاشتند تا چند و چون یکی از قدیمی ترین مهاجرت های افغان ها به هند را دریابند. این هم حاصلش. نمایشگاه عکس افغان‌های هند اینجا در قلب لندن. 50 عکس از جزئیات زندگی افغان‌هایی که یک قرن پیش این منطقه بنگال خانه‌شان شد. امروز تغییر کرده. در شهر می‌بینید که پیراهن و شلوار به تن دارند، ولی وقت خانه می‌روند لباس سنتی می‌پوشند. اینها افغان‌هایند که کلکته خانه‌شان شده. اینجا زندگی ساختند و حالا بخش از کلکته هستند. قصه ای که رابیندرناث تاگور، برنده نوبل ادبیات، از کابولیوالا روایت کرده، تا حالا در چندین فیلم و مجموعه تلویزیونی به زبانهای هندی و بنگالی در آمده. این نمایشگاه اما کابولیوالاهای امروز را در قالب عکس نشان می‌دهد. هر کدام از این عکس‌ها هزاران قصه برای گفتن داره، اما چیزی که مشترک است و میشه در تمام این تصاویر دید، او رسم و رواج افغان هاست که افغان های مهاجر تلاش کردن او را به هر قیمتی که میشه حفظ کنن، و گوشه پنهان دیگری که ما در هیچ یک از این تصاویر نمیبینیم. چیزی که دیده نمیشود حضور زنان است. در نیمه قرن 19 زنی از افغانستان به هند مهاجرت نکرد و مهاجران افغان
عمدتاً با زنان مسلمان اردو زبان هند ازدواج کردند. حتی جای زنان خارجی کابولیوالاها هم پشت پرده بوده. در صورتی که اینا 100 سال هستند که به هندستان زندگی میکنن، اینا می کلتور تا بالام پیش میبرن. یعنی شما البته میفهمین که به افغانستان و بسیاری جای دیگه عکاسی زنها خانوما اجازه نیست. موسکا 8 ساله بود که افغانستان رو ترک کرد. پدرش نجیب الله احمد زای رئیس جمهوری وقت افغانستان همسر و 3 دخترش را به هند فرستاد که نجات پیدا کنند. خودش در کابل گیر کرد و 4 سال بعد به دست طالبان کشته شد. برای همین زندگی افغانهای هند برای موسکا بیشتر از یک پروژه عکاسی نقطه وصلی بوده به گذشته. شما 7 سال در کابل زندگی کردین، مکتب رفتین. اگر بخواین یک بخشی از او خاطرات را چاپ کنین یا تبدیل کنین به فیلم، او خاطرات چی است؟ من میگم فیلم زندگیم که اگر چاپ شده است که صبح وقت میخیستم همراه ابایم چای صبح میخوردم، گپ میزدیم، همیشه بر اولادای خود وقت داشت. بعد از او مکتب میرفتیم، مکتب صلح. ما به تفریح همراه یکی دیگه قروت میخوردیم. جستجوی هویت گمگشته کار سخت و طاقت فرسایی است، اما جستجوی هویت با ریشه هایی که هر تاران در جای نهفته سخت‌تر. برای افغان‌هایی که سالها بعد از امروز زندگی میکنند، این عکس‌ها شاید بتواند سفری باشد به تاریخ. کاوان خاموش، بی بی سی. اولین ستاره موج سواری افغان خود را برای شرکت در المپیک آماده می کند. افریدون آمو کودکی بیش نبود که با خانوادهش افغانستان را ترک کرد و پناهنده آلمان شد. او برای اولین بار در 19 سالگی موج سواری را تجربه کرد. افریدون 3 سال پیش مدال طلای این رشته را در مسابقات موج سواری پرتغال گرفت و حالا قصد دارد تیمی از موج سواران افغان را از کشوری که نه دریا دارد و نه موجی بر ساحل آن فرود می آید برای شرکت در بازی های المپیک 2020 در توکیو آماده کند. مریم انصاری در برلین به دیدار او رفته. 10 ساله بود که برای اولین بار دریا را دید، غرش موج را شنید و لذت تن زدن به آب را چشید. افریدون را در تمپلهوف، محلی که در گذشته یکی از فرودگاه‌های برلین بود، ملاقات می‌کنم. برای تمرین موج سواری به اینجا آمده. او 19 ساله بود و تازه دبیرستان را به پایان برده بود که همراه دوستانش به فرانسه رفت. چندان پول نداشتیم، از خاطر با هیچ هایکینگ می رفتیم. تا که رسیدیم در لب بر فرانسه، اونجا یگان دوستای دیگیم وقت بودن، خود از اونا موج‌سوار بودن، دیگه یک امید تختی موج‌سواری را برم دادن. تخته را گرفتم، رفتم لب بر، دیگه راستم در مور لحظه دوست زندگی خود یافتم که بود موج‌سواری. در مور لحظه فهمیدم که این یک چیز است که من میخوام تمام زندگی خود کنم. افریدون آمو توانست با حمایت آلمان 6 سال پیش انجمن موج‌سواران افغان را پایه‌گذاری کند و علاقه‌مندان به این ورزش را در میان مهاجران افغان از نقاط مختلف دنیا در آن گرد آورد. تیم آنها با 12 نفر، 4 زن و 8 مرد از افغانستان در بازی‌های پرتغال شرکت کرد و او مدال طلا را برد. در سال گذشته میلادی در فرانسه و امسال نیز در مسابقات جهانی موج سواری در ژاپن شرکت کرد. حالا یکی از هدف‌های او شرکت تیم موج سواری افغانستان در المپیک 2020 است. سالی که این رشته ورزشی برای اولین بار وارد بازی‌های المپیک می‌شود. ولی شانس تیم افغانستان برای ورود به این بازی‌ها و درخشیدن در رقابت با تیم‌های قدر دنیا چقدر است؟ آدم کشورهای مثل استرالیا، آمریکا، برزیل ببینه، اونجا سالا 50 تا 100 سال است که موج‌سواری مردم میکنه. ما این امکانات در افغانستان نداشتیم و نداریم. دیگه از همین آستاستا میبینیم که تا کجا میرسیم. اگر 2020 نشد، 2024 موج‌سواری در پاریس میباشه، 2028 در لس آنجلس. ببینیم که آینده چی میاره. یکی از برنامه های آینده او همکاری با انجمن موج‌سواری ایران است. میخواییم در سال آینده دو پروژه داشته باشیم، یکی در افغانستان و یکی در ایران. در خود ایران میخواییم امرای موج‌سواران افغانان از افغانستان
سفر کنیم دیگه، بریم نزدیکای بندر عباس و همونجا موجا را مصوری کنیم در خود بر، و امرای یک گروپ ایرانی میخواییم در بامیان مرکز افغانستان ورزش ستند اپ پدل که یک بخش ورزش سرفینگ است پیش ببریم. افریدون تابستان امسال برای اولین بار در رودخانه پنجشیر در افغانستان موج سواری کرد. بردن این ورزش به افغانستان برای او هدفی مهم است. مردم ایران مانده بودند، چون که اکثریت مردم پنجشیر اتا تمام افغانستان موجسوری نمیشناختند، از این خاطر نمیفهمیدند که ما اصلا چی میخواییم کنیم. ولی وقتی که سر موج بودیم راستن کلگی خوش بودن، حتی ما را کمک میکردن، میگفتن که چی کنیم دیگه، میگفتن که در کجا کوشش کنیم، در خود رودخانه درو شویم که بتونیم موج سر موج بریم موج سواری کنیم. افریدون در آلمان رشته حقوق و ایران شناسی خوانده و پیش از این به عنوان کارشناس قضایی در افغانستان فعالیت کرده. او حالا تصمیم گرفته همه انرژیش را برای بازی‌های المپیک بگذارد. میگوید خود را به دست انباج می‌سپارد تا شاید او را به ساحل آرزوهایش برسانند. مریم انصاری، برلین. فیلم‌های سینماگران جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان جوایز هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دیدار را صاحب شدند. این جشنواره هر دو سال یک بار با حمایت مالی دفتر همکاری‌های سوئیس و صندوق سوروس در تاجیکستان برگزار می‌شود. یکی از ویژگی‌های جشنواره امسال رقابت جداگانه فیلم‌های بلند، کوتاه و کارتونی سینماگران تاجیک بود. جزئیات بیشتر از سهراب ضیا از دوشنبه. باقی انار برنده جایزه بهترین فیلم بلند داستانی جشنواره دیدار. شخصیت مرکزی فیلم از خانه ای که در میان باقی انار ساخته بود ناپدید می شود و بعد از 12 سال به این خانه بر می گردد. باقی انار سال گذشته روی پرده سینما رفت و تا حالا از جشنواره های گوناگون 40 جایزه دریافت کرده است. این فیلم یکی از مدعیان جایزه آکادمی سینمای اروپا است. این فیلم درام است. قصه یک خانواده است. کارگردان فیلم ایلگار نجف می باشد و فیلم نامه آن را من نوشتم. به طور کلی فیلم یک داستان خانوادگی است و فاجعه کوچکی را به تصویر می کشد. در بخش فیلم های کوتاه خارجی، عاشق سینما، ساخته کارگردان قرقیز اسکر نوراخون پیروز شد. این فیلم داستان کودک است که به دلیل عشق و علاقه زیادش به سینما سرانجام به یک محل نمایش فیلم در روستایشان راه می‌یابد. این بار در جشنواره بین المللی دیدار نزدیک 70 فیلم از 14 کشور جهان به نمایش گذاشته شدند. برای نخستین بار در این جشنواره آزمونی فیلم های تاجیکی برگزار شد که در آن 22 فیلمی ساخته سینماگران جوان تاجیک با هم رقابت کردند. داوران فیلم های تاجیکی خیالی ساخته کارگردان جوان پرویز رجبزاده را بهترین فیلم بلند و تاکسی با کارگردانی فیض‌الله فیض را بهترین فیلم کوتاه برگزیدند. موضوع فیلم تاکسی کودک ربایی است. برای چه تلفنات بند است؟ خیلی جدی است این موضوع، این گمشودن کودک ها. مثلا در هر گوشه دوشنبه میتونی براحتی ببینید از این تابلوها که از این اکس ها که این کودک ها گمشده است. فیلم کوتاه تلاش ساخته صاحبیار طالبیان جایزه ویژه به نام تاهیر صابیروف کارگردانی در گذشته تاجیک را گرفت که آن را کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان تأسیس داده بود. وجود جشنواره دیدار و تأثیرش با این همه، هوشنگ گلمکانی منتقد فیلم درباره فیلم های تاجیکی جشنواره دیدار نظری انتقادی دارد. نوع نگاه سینمایی تو این فیلم های تاجیک من دیدم بیشتر یه جور نگاه مثلا 50 سال پیشه، در حالی که الان در دوران دیجیتال دیدها مدرن شده، اصلا ساختارهای کلاسیک روایت همه به هم ریخته.
ولی من این تحول زیاد نمیبینم تو فیلم های تاجیک. سر وقت رسیدم. از ایران فیلم های گلدن تایمی پوریا کاکاوند و زندگی یک زن در یک روزی عادی در تهران، ساخته قصیده گلمکانی در آزمون فیلم های خارجی جشنواره شرکت کردند. موضوع زن، موقع زن قریب در تمام فیلم ها، چی تاجیکی چی بین المللی، یکی از موضوع اصلی این فیلم ها است. شاید همون زندگی و زمانی که بسیار پرتلاطم است، این موضوع را پیش فیلمساز ها گذاشته، چون که این زمانی پرتلاطم پیش از همه تمامی مشکلات، تمامی دردها به سر شانه های زن میآید. از سینماگران افغان هم بیش از 10 فیلم کوتاه و بلند و کارتونی در جشنواره فیلم دیدار و نمایش گذاشته شد که بیشتری آنها را دانشجویان فکلته سینمایی دانشگاه کابل ساخته بودند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.